فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقمند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. عجب اومدی غافلگیرم کنی؟ غافلگیرت کنم که چی؟ تو با این ظاهر معصوم و بیگناه یه شهر رو غافلگیری میکنی؟ چرا؟ آخه چرا؟ باطنه به این کثیفی و دروغگویی نوبره. ولی باور کن بهت دروغ نگفتم. باور کن. چی رو باور کنم؟ تو زندگی منو این رو رو کردی. آخه چطور میتونم کسی رو که واسه زندگی انتخابش کردم اینجوری از آب در بیاد؟ فکر میکردم این چشما فقط واسه خاطر ما دودو میزنم و بالا پایین میره. حالا نگو یه دنیایی دنبال اشوای تو هستم. من از همه چه بیخبره. بگو پشت سرتو قسم میخورم. صبر کن اقلا منم حرف بزنم. آخه روز اول که ما هم دیگر رو دیدیم فرصت نشد حرف بزنیم. راستش فکر نمی کردم ما به هم اینقدر نزدیک بشیم. بعدش هم خیلی دیر شده بود. هر وقت میخواستم بگم میترسیدم که من از دست بدم. نفهمیدم. مگه رو پیشونی ما چی نوشته بود؟ منو میخواستی چیکار کنی؟ تو خیال میکنی من بعد یه عمر آبرو زندگی کردن میام کلامو کش بذارم؟ اینقدر فکرای بد نکن. آدم میتونه تو هر کاری خودشو حفظ کنه. اگه از اون اول به تو گفته بودم اینطور پیش نمیومد. خدا رو صد هزار مرتبه شکر چه خوب شد پیش اومد و من روشن شدم. نه صبر کن. تو نباید بری. دیگه خیلی دیر شده. من به تو احتیاج دارم. احتیاج داری که جلوی سر همسر سکه یه پولم کنی؟ رود میشه تو چشای من نگاه کنی؟ برو از سر راه من که پاس بترا. تو نباید بری. من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. اعلام کن. من آدمی نیستم کسی بهم کرک بزنه. اگه این لباس تنم نبود جواب همه حرفات میدادم. برو دعا کن که دست. فیلم رامشگر با بازی منوچهر وثوق و روشنک صدر محصول سال 1355. جعفر تو شب عروسی به رقاصه‌ای به اسم شهین دل می‌بنده و به همراه دوستش جمشید به دنبال اون به شهر میره. جعفر شهین رو توی یه عشرتگاه پیدا می‌کنه و مطلع میشه که اون اسیر دست اسماعیله. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. علکی بود بریم دیگه. بریم دنبال لغوسی ها. اینا یه کارایی دارن. بریم. چرا این کارو کردی؟ چرا به خاطر من با اون در افتادی؟ برای اینکه تو رو دوست دارم. چی؟ به همین زودی؟ نه خیلی وقته. از همون موقعی که تو عروسیم اومدی. عروسی؟ کدوم عروسی؟ یادته چند وقت پیش اومده بودی حسین آباد؟ من همون دامادم. داماد؟ بله. از همون موقعی که وارد ده شدی ازت خوشم اومد. جعفر آقا! جعفر آقا! نیز اون چیا اومدن؟ خیلی خوب باید. ببرشون کنی کردی. اونه هاشن اینجا کسی پیدا نمیشه یک کاسه آب به من بده بخورم؟ بفرمه. Thank you.
داستان فیلم جنوب شهر که تو سال 1337 ساخته شده، راجب زن جوونیه که بعد از مرگ همسرش برای گذران زندگی گارسون یک کافه پایین شهر شده. زن جوون اونجا مورد توجه دوتا جاهل قرار میگیره که از دیرباز با همدیگه رقابت داشتن. وجود زن رقابت این دو نفر رو به مبارزه سخت تبدیل میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. فرهاد تو باید به من بگی، همه چیزو باید به من بگی. کاش پا میشکست و به این مرحله نمیکشید. کاش اصلا تو رو نمیدیدم. کاش که اصلا تو رو دوست نداشتم، یا اقلا تو هم فقط مثل یه دوست ساده منو میدونستی. اون وقت دیگه از دیدن تو به این حال کارت به جیگرم نمیخورد. عفت، آدم یه مرد تو زندگیش ببینه دوستش داشته باشه، اون وقت اینجوری قیمه قیمهش کنن. هزار تا حرف از مردم شنیدی، زندگیت به هم خورد، آخرش هم اینجور. تقصیر اسقر چیه؟ همه مردم مثل اسقر منو داخل آدم نمیدونن. یه زن توی کافه، تو هم من آوردی تو خونه، تو فلان مردم واسه خودت خریدی. آدم حسابی عاشق زن حسابی میشه. افت فرهاد، من به درد تو نمیخورم. تو اینقدر آقا هستی که زنهای حسابی هم لیاقت تو رو ندارن، چه برسه به من. اگه من بخوام از پلید برم چه کار میکن؟ خفت میکنم. فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده، از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرستاره. اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن. اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم. برسونمت بیمارستان؟ یعنی میشه یه آدم اینقدر کلک باشه؟ میشه که یه آدم یه ماه آزگار تموم اهل محل رو با روپوش کیفش رنگ کنه و ادای خانم پرستارا رو در بیاره؟ آخه واسه چی؟ واسه کی؟ منو بگو که امشب میخواستم حرف تو رو با آقا جونم در میون بذارم، بهش بگم که میخوام همسایه دیوار به دیوارمونو بگیرم. اما وقتی که شنفتم چی کاری؟ انگار دنیا رو رو سرم خراب کردم. باورم نشد تا اینکه دیدم راست راست یه گول خوردم. آدم انقدر عمر از خدا بگیره اما ندونه کیه، کی میخواد، چه کسی رو دوست داره، اصلا واسه چی زنده است. تا اینکه تو اومدی، تا اینکه تو رو دیدم، تا اینکه عینه یه بچه خودم انداختم تو بغلش،
شبا، روزا، همه چیزم فرق کرد. تازه میخواستم اونی بشم که میخواستم، اما یه بادکنک ترقی ترکید. که چی؟ که دل منو نرم کنی؟ دیگه دستت رو شده، دیگه نمیتونی ادای آدم حسابیه رو در بیاری، دیگه نمیتونی کلک بزنی و واسه من چاخان کنی. فیلم قسم که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که همسر رضا که قصد ترک همسر و بچه‌شو داره با پسرخاله رضا همدست شدن تا از رضا دزدی کنن. رضا با دزدا درگیر میشه و به زندان میفته، بچه‌شو هم به یکی از دوستاش میسپره. رضا بعد از حبس با خواننده کاباره آشنا میشه و با اون قرار ازدواج میذاره. بخشایی از فیلم قسم رو با هم تماشا میکنیم. برو رضا، برو، منو فراموش کن. کاش که میتونستم، خواستم فراموشت کنم اما هم نتونستم، هم بچه هم نزاشت. میتونیم فراموش کنیم چون مردی. بعد از چند روز یادت میره. اون بچه بی مادرم هر زنی چند روز بهش محبت کنه به همون علاقه من میشه. زنم زیاده. ولی اون تو رو میخواد. بچه همینطور که زود بزرگ میشه همینطورم زود فراموش میکنه. پس من چی؟ من چی که تو نیستم رضا، از اولشم نبودم. چرا زودتر نگفتی؟ چرا گذاشتی مهرت تو رگ و ریشه من چنگ بندازه؟ من چه تقصیری داشتم؟ من کی همچین کاری میخواستم بکنم؟ من که دنبالتون نیومدم. بعدشم که برای خواستگاری اومدین هرچی خواستم از وعده کارم براتون بگم نذاشتی، امونم ندادی. خلاصه حالا که فهمیدی چجور آدمی هستم، کارم چیه، زندگیم چجوریه، دیگه برو ولم کن. بذار با بدبختی بسازم. برو دنبال زندگیت. تو باید یه زن نجیب دست نخورده بگیری که برای بچه‌ت یه مادر خوب باشه. من دیگه آلوده شدم، نفس من زرد شده. اینقدر دست کثیف و ناپاک به من خورده که همه ی جون من پر از نکبت و غم و درده. من از وقتی که آفتاب غروب میکنه باید چراغ روشن زندگی مردای حریص و کور از شهوت و خوشی بشم. حالا که همه چیز زندگی منو فهمیدی، برو، تو رو خدا برو منو ولم کن. خب اینجور که تو میگی از این کاری که میکنی راضی نیستی، پس چرا برش نمیکنی؟ همه جای یه لقمه نون پیدا میشه، تو هم یه نفر آدم که بیشتر نیستی. مگه تو چه خرجی داری؟ میخوای بدونی چه خرجی دارم؟ میخوای بدونی چرا نمیتونم دست از این کار بردارم؟ پس بریم تو نشونت بدم.